با نام و یاد خدا و سلام به شما بینندگان گرامی برنامه آخر خط. در ابتدای برنامه گزارش آغازین را با هم می‌بینیم. فرایند تفتیش آرا روز دوشنبه برخلاف روزهای گذشته با نظم خوبی آغاز شد و تدابیر ویژه امنیتی در مقابل هر انگر تفتیش آرا اتخاذ شده بود. اما شکایت تیم‌های انتخاباتی از مداخله ناظران کمیسیون انتخابات در فرایند تفتیش آرا پابرجاست. آنان میگویند که ناظران سازمان ملل متحد از طرز العمل فرایند تفتیش آرا آگاهی کامل ندارند. روی همین دلیل تفتیش آرا به کندی انجام می‌شود. با خاطر سرعت بیشتر این روند کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای آینده در پلان دارد که در هر دو شفت تیم‌ها را به 350 تیم برساند. در حقیقت یعنی 50 تیم در شفت اول و 50 تیم هم در شفت دوم افزایش پیدا کنه. بیش از 3 هفته از فرایند تفتیش آرا میگذرد و هنوز بیش از 6000 صندوق رایدهی تفتیش شده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که نرم افزار ابطال آرا تحت آزمایش قرار گرفته است و در جریان هفته جاری فرایند ابطال آرا آغاز می شود. یک مرتبه عملا تست شده و امروز یک پرزنتیشن بر خود کمیسیون مستقل انتخابات در موردش داده می شود و به زودترین فرصت این سافت ویر آغاز به کار می کند. تمام سندهایی که به خاطر ابطال آرا و همچنان به خاطر چک کردن و یا هم تفتیش صندوق های رایدهی در نظر گرفته میشه این نهایی از امر کمیسیون مستقل انتخابات و غیر قابل تغییر است. ناظران تیم اصلاحات و همگرایی نیز میگویند که بحث در رابطه به چگونگی ابطال آرا جریان دارد و به زودی این فرایند آغاز می شود. اینجا امروزه آرا یک به یک چک می شود. تعداد از آرای مشکوک نیز شناسایی می شود. اما با گذشت 3 هفته از روند تفتیش آرا تا به حال هیچ آرای باطل نشده است. دیده شود چه زمان کمیسیون انتخابات آرای سیاه از سفید را جدا خواهد کرد. حفیظالله سالنگی، تلویزیون نور، کمیسیون انتخابات. از سوی هم شماری از فعالان مدنی با نگرانی از فضای سیاسی میگویند که نامزدان ریاست جمهوری از اعلامیه مشترکی که امضا کردن تعریف دوگانه‌ای دارند و این کار میتواند دردسر تازه‌ای برای کشور باشد. البته مسئولان جبهه وحدت ملی که مخالف پایگاه‌های خارجی در کشور هم هستند با تاکید به این مطلب معتقد هستند که هر فرایندی که آمریکا در اون مداخله کنه آن را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. همچنین قابل ذکر است که سفیر آمریکا در افغانستان هم فضای اعتماد میان تیم‌های انتخاباتی را کمرنگ خوانده و معتقد است که وجود نداره و کسانی هم هستند که مخالف اعتمادسازی هستند در هر دو تیم انتخاباتی. قابل یادآوری است که تیم‌های انتخاباتی هم ابراز امیدواری کردند که در آینده بسیار نزدیک و در روزهای آتی طرز العمل یا آن چیزی که سندی باشه به خاطر دیدگاه‌های مشترکشان در مورد ساختار حکومت وحدت ملی و برنامه‌های بعدی مثل لوی جرگه که قرار است دایر بشه و زودی زود تنظیم خواهند کرد و اعضای تیم مشترک معرفی خواهند شد. بحث‌های امشب را با جناب آقای سید حسین عالمی بلخی پیگیری میکنیم. آقای عالمی خوش آمد میدیم باشه. سلامت باشید. من هم با استفاده از فرصت تشکر میکنم از شما و سلام و احترام خود تقدیم میکنم به همه بیننده های محترم تلویزیون نور و امیدوار هستیم که انشاءالله تنش ها به وجود نیاید و همی روند انتخابات بر اساس تفاهمی که فعلا بین هر دو تا تیم وجود داره پیش بره. و خب حالا آقای عالمی خود شما چطور میبینید همی تفاهمی که به وجود آمده؟ به نظر شما جای نگرانی در او هست؟ چون که بعضی موارد وجود داره که هنوز هم سر اونا توافق صورت نگرفته، از جمله توافق تخنیکی که برمیگرده به طرز العمل ابطال آرا. بله خب البته طرز العمل نه، لایحه ابطال آرا. لایحه ابطال آرا هست. در لایحه ابطال آرا یک مقدار مشکلات یا دیدگاه های وجود داره. تیم اصلاحات و همگرایی مسائل را در اونجا داشته که هنوز نهایی نشده و به همین دلیل هم
هنوز هیچ رأی باطل نشده، به خاطر که لایحه‌ای که بر اساس لایحه آرا ابطال شود هنوز به یک توافق همگانی نرسیده و فعلا پروسه جریان دارد، تفتیش هست و در تفتیش چکلیس های معیار هست که بر اساس او چکلیس ها مشخص میکنه، صندوق ها را نشانی میکنه، آرا را در داخل هر صندوق که این صندوق حاوی چه نوع آرایی هست که در نهایت بعد از اینکه لایحه نهایی شود مبتنی با او لایحه یا بر اساس او لایحه صندوق ها امکان داره بعضا کلا به ابطال بره و بعضا هم آرایی که در داخل صندوق ها هست بخشش به ابطال بره. خب یک موضوع دیگر هم اینجا مطرح میشه، بحث به خود سازمان ملل هست در این قضیه و البته میانجی هایی که وجود دارند در افغانستان، آیا مؤثر میتونه باشه حضور اونها به خاطر که خب این لایحه زودتر به نتیجه برسه و اونا اصلا میتونن در این بحث بین دو کاندید آن چیزی که قرار است رأیشان باطل بشه یک تفاهم به وجود بیارن؟ چون یکی از جنجالی ترین موضوعات که از ابتدا هم تا امروز چالش خلق کرده و حتی روند تفتیش را با استاب مواجه کرده همین موضوع بوده. خب مشکلاتی وجود داره، طبعا کاری که دشوار هست پیدا کردن راه حل برای یک کار دشوار و سخت هم دشواره خودش داره، ولی تا کنون عملا نمایندگی ملل متحد و میانجیگری جامعه جهانی توافقات را داشته و نتایج مثبت را داشته و ما اگر اونا را تلاش هایشان را نمی داشتیم، میانجیگرای اونا نمی بود، صحبت ها و مذاکرات با هر دو تا تیم، با کمیسیون انتخابات و با سایر جوانبی که مطرح هست وجود نمی داشت، تیم اصلاحات و همگرایی از پروسه انتخابات خارج شده بود. این از پروسه شمارش آرا و انتظاری که کمیسیون چی اعلان میکنه و اینا خب دولت منتخب خودشان را اعلان میکردن و همین که بالاخره مجددن تیم اصلاحات و همگرایی واردی پروسه شد و یکی که عملا تفتیش آرا شروع شده و مواردی بالاخره خب بازشماری میشه، مواردی هم آرا نشانی میشه و این خود بیانگری موفقیتی تلاش های ملل متحد در یک مراحل است. ولی برداشتیم ایست که نمایندگی ملل متحد باید جدیتر از این عمل بکنن و باید بی‌طرفانه عمل بکنن و گوش بدن به سخن تیم ها، اونچه که تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد میکنه که در لایحه ابطال آرا باید در نظر گرفته شود، از اساسی ترین معیارهایی است که نه در افغانستان بلکه معیارهایی است که در سطح بین المللی در مورد اعتبار و عدم اعتبار آرا مد نظر قرار داده میشه و با در نظر گرفتن اون موارد ما فکر میکنم که نمایندگی ملل متحد موافقت های بیشتری را برای خودشان کسب خواهد کرد. خب یک موضوع دیگر اینجا مطرح میشه، هنوز نتیجه مشخص نیست و هنوز توافق هم صورت نگرفته با تمامی صحبت هایی که اینجا مطرح شد، صحبت کردن در رابطه با ساختارهای خود حکومت وحدت ملی و یا همچنین بحث های اساسی که برمیگرده به اونها پیش از اینکه نتیجه معلوم نیست، شما فکر میکنین که چطور هست؟ در ضمن اینکه خب میتونه زمینه ها فراهم بشه برای چیزی که قرار است توافق بر سرش صورت بگیره؟ خب شما ببینید فعلا با توجه به اینکه نتیجه معلوم نیست و آرا تفتیش میشه و همه اونچرا که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود دوباره برگشت خورد به نقطه صفر، هر دو تا کاندید در جایگاه مساوی قرار داره و بحث کردن در رابطه با حکومت وحدت ملی در یک اینچنین شرایطی مفیدتر است تا زمانی که مثلا معلوم شود که کدام یک از دو تا کاندید رأی بیشتری را داره، چون در حکومت وحدت ملی او قسمی که در او توافق 21 سرطان آمده مشخص شده که تیمی که رأی دوم را داره هم در حکومت سهم خواهد داشت و مشخص شدن این وضعیت پیش از اینکه نتیجه اعلان شود این سهلتر خواهد بود، چون هر دو تا تیم خودش را در جایگاه قرار میده که احتمال برندگی
و احتمال بالاخره در درجه دوم قرار گرفتنش هست. در اگه اونچین شرایطی راحت تر میشه سر اون مسائل توافق کرد. اگر بعد از اعلان نتیجه باشه هر یک از دو تا تیم اگر در جایگاه اول قرار بگیره و زمان سعی خواهد کرد که تیم دوم در یک موقعیت ضعیفی بخواد در حکومت وحدت ملی جای بده و برعکس او یک تیمی که در جایگاه دوم قرار میگیره تلاش خواهد کرد که جایگاه قوی تری برای خودش کسب بکنه و در اون حالت مذاکرات سیاسی همراه با تنش خواهد بود، همراه با جنجال خواهد بود، همراه با مشکلاتی خواهد بود که فعلا پیش بینی نمیشه. اما اگر فعلا که برنده و بازنده یا اول و دوم اول و دومی تیم ها مشخص نیست، سر او بحث ها متمرکز شدن فکر میکنم که آسانتر میتونه که به نتیجه برسانه. خب حالا نگرانی های هم وجود داره البته در رابطه با فضای سیاسی که وجود داره و عدم اعتماد، تیم ها بالا هم دیگر اعتماد ندارن، گرچه ما در پروسه تفتیش هم همچنان باعث چالش ها و حتی زد و خورد هایی شدیم که وجود داشته. در فضای سیاسی شما فکر میکنین که همون حالتی که همراه با خشونت هست در پروسه تفتیش همین فضا وجود داره و این بی‌اعتمادی که وجود داره شما فکر میکنین به اون اندازه تاثیرگذار هست و باید جدی گرفته بشه؟ شما ببینید حکومت وحدت ملی وقتی که مطرح میشه از همین منظر است که نهادهای دموکراتیک فعالیتشان دیگه مؤثر نیست و قابل اعتماد نیست. دو تا تیم هم که از در یک حالت اینچنینی با هم دیگه قرار گرفتن و این حالت است که بالاخره خب ایجاب میکنه که برن سراغ حکومت وحدت ملی. در زمانی که نهادهای دموکراتیک از مؤثریت خودش باز میمانه و بر اساس معیارهای دموکراتیک رئیس جمهور و اپوزیسیون مشخص نمیشه، حالتی به وجود میاد که باید ما سراغ وضعیت وحدت ملی بریم و اینمی فضا و این وضعیت ایجاب میکنه که هر دو تا تیم باید احساس مسئولیت بکنن، منافع و مسائل ملی کشور را در نظر میگیرن، کوشش بکنن اعتماد سازی بکنن. و خب البته برخوردهایی که در داخل کمیسیون است در جریان شمارش آرا، خب عناصر اجرایی هستن و کسایی هستن که اونا بر اساس سلیقه‌های خودشان رفتارهایی میکنه و ایجاب میکنه که هر دو تا تیم رهبرایشان به اونا توصیه‌ای داشته باشن که خونسردی خودشان را حفظ بکنن، با متانت با حوصله‌مندی کوشش بکنن، فقط معیارها رو در نظر بگیرن و به او اساس پیش برن. از احساسات نشان دادن و عکس العمل های منفی خودداری بکنن و به خاطر که این مسئله نکته دیگری را که داره در جامعه نگرانی و تشویش به وجود میاره. جامعه مدنی که شما اشاره داشتین که اظهار تشویش کردن در رابطه با وضعیت موجود دقیقاً برخواسته از یک اینچنین وضعیتی است. بنابراین به نظر ما ایجاب میکنه که رهبران هر دو تا تیم باید نشست های بیشتری داشته باشن و صحبت ها و تفاهم های بیشتری داشته باشند و به مردم و به جامعه اطمینان بدن که اینا میتونن بی اعتمادی ها را کنار بگذارن. خب فکر میکنین بین مردم هم چنین تنش هایی وجود داره یا میشه بگویم چنین برخورد هایی در بین طرفداران هر دو تیم هم در بین جامعه احساس میشه و به همون شدت میتونه باشه؟ خود طبیعی است که در بین جامعه و در صفوف مختلف و در اصناف مختلف که هر دو تیم طرفداران خودشان دارن، خب احساسات خودشان را هم دارن. طبیعی است که جامعه متأثری از این وضعیت است. خب فکر میکنین چی موضوعی میتونه باز همین موضوع را به چالش بکشانه و عدم توافقات در سر این موضوعات واقعا میتونه دوباره ما را به یک بنبست برسانه فکر میکنین؟ ما برداشتیم این هست که به بنبست دیگه نمیره قضیه و مسائل همچنان پیش میره و لایحه ابطال آرا هم شاید ظرف یکی دو روز دیگه نهایی شوه و مطابق لایحه جدید ابطال آرا آغاز خواهد شد و ناظرین هر دو تا تیم، ناظرین بین المللی در اونجا حضور دارن، کار خودشان را خواهد کردن و فضای سیاسی کشور و ذهنیت همکاران افغانستان در سطح جهانی، همه اینا به نظر من نشان میده که دیگه پروسه به بنبست
نمیره. خب حالا اگر به درازا بکشه پروسه، فکر میکنید چی پیامدی داشته باشه از بعد داخلی قضیه و از بعد خارجی قضیه؟ نیاز هست که افغانستان در خیلی از نشست‌های بین المللی که حتی در پیش روی ماه هست، در ماه آینده باید حضور داشته باشه نماینده دولت افغانستان و بر سر موضوعاتی که تصمیم گرفته میشه برای افغانستان خط و مشی استراتژی خارجی افغانستان مشخص باشه. خب این موضوع رو همه متوجه هستن و سر این قضیه کار میشه و به همون دلیل هم پیشتر ما شما شنیدیم در این گزارش که سخنگوی کمیسیون انتخابات این موضوع مطرح کردن که اینا تیمار افزایش میدن تقریبا به دو برابر و کار میکنن و یقینا اینا تلاششان ای خواهد بود که همون قسمی که در متن موافقت اعلامیه مشترک در متن اعلامیه مشترک آمده در هفته دومی ماه آینده اینا بتونن پروسه را نهایی بکنن و یک نتیجه را اعلام بکنن تا با او جدول زمانی که بعضی نشست های بین المللی است، بعضی برنامه دیگری هست، افغانستان بتونه حضور خودشان رو داشته باشن. ولی اگر احیانا یک وقت این موضوع به نتیجه نرسید، حالا بحث شفافیت گپی بسیار مهم است و مسئله تفتیش آرا و مشکلاتی که فعلا در شمارش وجود داره، همه تدابیر کمیسیون و کسانی که در اونجا حضور دارن، تیمای تکنیکی هر دو تا تیم، اگر در یک فرصت زمانی معینی نتانست این پروسه را به آخر برسانه، باز هم نکته ای که ما باید مد نظر داشته باشیم ایست که طرف صحبت با نهادها چی جامعه جهانی و کشورها در کنفرانس ها دولت افغانستان یک سیستم است، یک نظام است، بحث اشخاص و افراد مطرح نیست. ما تا 13 سال گذشته خیلی پروتکل های زیادی را داریم، موافقت نامه را داریم که در نظام موجوده به امضای رئیس جمهور موجود رسیده یا به امضای وزرای موجوده رسیده. و حتی یه ماید ما شما توجه داشته باشیم قبل از 13 سال کسایی که آمدن با بعضی کشورها پروتکل‌های رو امضا کردن در زمان طالبا، با اینه که این نظام ما جای طالبا گرفت، در زمان دولت مجاهدین و قبل از او در زمان دولت حزب دموکراتیک خلق در اینجا و قبل از او در زمان دولت داوودخان ظاهرشاه، حتی پروتکل هایی که اونا دارن دولت موجوده افغانستان متحد برای رعایت اونا هست. اینجا بحث دولت و بحث یک کشور، بحث نظام، بحث سیستم وقتی مطرح هست، خب موجودیت و حضور افراد کدام نفر در اون اجلاس حضور داشته باشه این مهم نیست. مهم است که از این دولت و از این سیستم و نظام در اون کنفرانس نمایندگی شود. گرچه من امیدوار هستم که این مسئله زودتر از اون باید پایان پیدا بکنه و نظر من همیز تأکید من میدارم که به نفع و به صلاح مردم افغانستان و کشور افغانستان هست که مباحث انتخابات هرچه زودتر جمع شده و در او کنفرانس هایی که گفته میشه نمایندگانی از دولت جدید افغانستان در اونجا حضور داشته باشه. ولی اگر احیانا یک وقتی موانع و مشکلات در رابطه با بررسی آرا و مسائل دیگه خزای را به درازا بکشانند، من فکر میکنم که کدام مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد، به خاطر که سیستم است و نظام است که سخن میگنه افراد. و در آخر میخوایم از شما بپرسم که شما فکر میکنین ذهنیت مردم در رابطه با چیزی که به صورت کلی برای مردم مطرح شده، در صورتی که تفتیش به نتیجه برسه و نتیجه را کمیسیون اعلام بکنه و البته توافق سیاسی هم صورت بگیره در این رابطه، فکر میکنین که مردم با توجه به توافقات صورت گرفته سر ساختاری که با وجود میه چقدر باور خواهند کرد و چقدر اعتماد خواهند داشت؟ رئیس جمهور داریم ما و رئیس اجراییه یا بعد از دو سال شاید صدر اعظم اجرایی رو داشته باشیم و البته اپوزیسیونی که این روزها سرش بحث میشه که نباید از طرف حکومت و دولت افغانستان لااقل نمایندهی داشته باشه و نمایندگی از حکومت بکنه. خب بله، خب ما برداشتیم ایست که از کلیت توافقات مردم خوشحال هستن. دلیلش هم ایست که مردم دیگه نمیخواین به طرف بحران برن، نمیخواین به طرف بونبست ها برن، به طرف مشکلات برن، در کشور بحران جدید ایجاد شده. مردم آرامی میخواین، مردم بالاخره تفاهم و توافق و وحدت ملی میخواین و مردم میخواین به سمت قضایا حرکت بکنن و هدایت شده که ثبات در کشور به وجود بیاید.
و این توافقات هم که صورت گرفته مجموع را من حیث المجموع زیر ساخت های ایجادی یک ثبات در کشور فراهم می سازد. و بنابراین ما باوریم است که عامه مردم از این توافقات راضی هستند و ما شاهد بودیم در وهله اولی که توافق صورت گرفت، در نوبت اولی توافق که در 21 سرطان بود، حتی بازارهای اقتصادی افغانستان تکان خورد و فعالیت ها و مسائلی در سطح اقتصادی در حال اثر گرفته شدن بود که تجار ملی فعالیت های خودشان رو میخواستن شروع بکنن، ولی متاسفانه بنبست هایی که بعد از او به وجود آمد، اظهار نظرهای مختلفی که هر دو تا تیم بعد از او داشتن و مخصوصا تیمی که بالاخره خب به او توافقات رضایت نشان نمیداد، اینا در مجموع سبب شد که بازم تشویش های در جامعه به وجود بیاد. بعد از توافق مرحله دو بازم یک مقدار امیدواری های در جامعه به وجود آمده. مردم در مجموع خیر و مصلحت و صلاح کل این مملکت و نظام را میخواهد که او با وحدت ملی و با تفاهم قابل تأمین هست. سپاس از شما آقای سید حسین عالمی بلخی که در بحث با من بودید. بینندگان گرامی سپاسگزار هستم که تا حال بیننده برنامه آخر خط هستین. در نیم ساعت آینده با آصف آشنا فعال سیاسی در رابطه با موضوع بحث می کنیم. باز هم خوش آمدید. بیننده برنامه آخر خط از تلویزیون نور هستین. در نیم ساعت دوم چنانچه خدمتتان عرض شد، آقای آصف آشنا فعال سیاسی با من در استدیوی آخر خط هستند. خوش آمد میگم به شما جناب آقای آشنا. سلام. به عنوان یک فعال سیاسی و نماینده نسل جوان افغانستان، توافق صورت گرفته را شما چطور میبینین و چی نظری دارین در رابطه با او؟ با درود و مجدد خدمت شما و بینندگان محترم. در کل میشه اینطوری بحث کرد که خب وقتی ما روی توافق انجام شده صحبت کنیم، من دوست دارم که بحث انتخابات را جدا کنیم از این بحث و پرونده و ماوگرهای انتخابات، چون این دو تا با هم نمیشه صحبت کرد. چون انتخابات به بنبست خورد و متاسفانه اراده سیاسی مردم افغانستان به نتیجه مطلوبی که مردم منتظرش بود به اون نتیجه منتهی نشد و انتخابات در تقلب برگزار شد و رأی مردم افغانستان و فرصت‌های سیاسی مردم افغانستان غارت شد از آدرس یک ایده مشخص که مردم افغانستان و مردم جهان دیدن اوره. انتخابات وقتی به بنبست خورد، افغانستان رفت روی خط بحران. به فقط خوشحال هستم و خوشبینی که از روی ناگزیری داریم در قبال این توافقی است که خب یک سقف حداقلی یا یک معیار حداقلی که فقط ما رو میتونه از بحران‌های احتمالی نجات بده، این توافق یک سطح حداقلی برای فرصت‌های آینده افغانستان رو میتونه ضمانت بکنه. اما اگر قرار باشد این را با معیارهای بلند و آرزوهایی که مردم افغانستان قبل از انتخابات 16 حمل و 24 جوزا داشت مقایسه کنیم، قابل مقایسه نیست، یعنی جا نداره که آدم از این دفاع کنه. اما به دلیل از اینکه خب بعد از بنبست‌هایی که انتخابات به او گیر کرد و مشروعیت انتخابات از سوی نهادها و ساختارهایی که اصولا اونا برگزار کننده انتخابات بود و باید بر اساس قانون بیطرف می بود و مستقل می بود، انتخابات از سوی اونا به اعتبار شد و سلب مشروعیت شد، ما راه دیگه ای نداشتیم جز اینکه به یک نقطه وصل توافقی بر مبنای یک سری ملاحظات سیاسی دست پیدا کنیم و او همین توافق بود که انجام شد. ما در یک سقف حداقلی خوشبین هستم، اما هنوز هم نگران چگونگی مدیریت این توافقنامه هستم، به دلیل اینکه شناختی که ما از هر دو تیم دارم و به خصوص شناختی که از رهبران درون ارک دارم و شناختی که از رهبران تیم تحول و تداوم دارم و واکنش هایم که در این دو روز اخیر اینا نشان دادن در قبال همین توافقنامه، من عمیقا نگران چگونگی مدیریت این توافقنامه هست. خب حالا از او بحثی که بیشتر برمیگرده به موضوع صندوق‌های رای دهی یا آن چیزی که گذشته و شما بهش اشاره کردین، اگر خواسته باشیم بگذاریم. خوب است که یک موضوع دیگر در بین صحبت‌های شما هم اشاره شد. اگر واقعا روند به گونه طبیعی و آن گونه که پیش بینی شده بود پیش می‌رفت،
فضای سیاسی افغانستان فعلا چگونه می بود و چه کسانی مقصر هستند و آیا واقعا مقصرین فکر میکنین در وضعیت فعلی چه جایگاهی دارند؟ خب مشکل مردم افغانستان من فکر میکنم با رهبران سیاسیه که همیشه زمامدار قدرت و حکومت بوده، یک پرونده بسیار قطور و به درازای تاریخ سیاسی افغانستان داره، یک تجربه مقطعی نیست که ما فقط در انتخابات 16 حمل و 24 جوزا تجربه کرده باشیم. اگر قرار باشد که آینده افغانستان بر اساس اراده سیاسی مردم افغانستان رقم بخوره و رقم میخورد، طبیعی هست که خب مردم افغانستان با آرزوهای خود میرسید و ما در افغانستان شاهد شکلگیری یک حکومت مشروع مقتدر که پایه های اقتدارش بر قدرت مردم استوار می بود در افغانستان می بودیم. اما حالا که ما دوباره یک بار دیگه داریم تجربه بدتر از 2009 تجربه می کنیم، من عمیقا نگران از این هستم که وقتی اراده سیاسی مردم افغانستان در شکلگیری دولت ها و حکومت ها دخیل نباشد و اراده سیاسی مردم افغانستان و خواستها و آرزومندی‌های سیاسی مردم افغانستان دور زده شود و پاس یک سری مصلحت‌ها و ملاحظات بسیار غیر دموکراتیک و غیر مشروع نتیجه‌ش میشه که حکومتی که روی کار میآید و دولتی که تشکیل میشه یک دولتی هست که بر مبنای یک توافق سیاسی که او به باور ما محصول و یا برآیند اراده سیاسی مردم افغانستان نیست شکل میگیره. و بحث همی هست که خب تاریخ سیاسی افغانستان نشان داده که هر جایی که به مردم افغانستان فرصت داده شده مردم افغانستان راه درست و مسیر درست را رفتن، اما هر گاهی که نوبت به رهبران رسیده رهبران بوده که برای افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان شرایط را رقم زده که بر مردم افغانستان بسیار سنگین تمام شده و قربانی های بسیار جدی از مردم افغانستان گرفته. حالا تفتیش صورت میگیره و در بحث تکنیکی تأکیدی هم که وجود داره لااقل از طرف تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم دقیقا بر همین مبنا هست که آرای تقلبی باید باطل شود و البته بعد از براینده تفتیش نتیجه معلوم شود که لااقل مشروعیت برای مردم افغانستان هم داشته باشه و مردم هم اگر قرار است حکومتی به وجود بیاید او را بپذیرند. شما چقدر فکر میکنین این اهمیت داره و با اظهاراتی که شما دارین این موضوع چقدر میتونه به حاشیه بره؟ من نمیخوام زیاد سیاه نگری کنم و امیدوار هستم به شما و مخاطبان که ما رو میبینه حکم بر سیاه بینی من نکنه که من دارم سیاه نگری میکنم، فقط نیمه خالی رو میبینم. متاسفانه من زیاد باور ندارم به یک سناریوی بسیار مضحک و خیمه شب بازی که زیر نام تفتیش 100% آرا را اندازی شده، به این دلیل که این تفتیش زمانی میتونست آرزوهای مردم افغانستان را برآورده بکنه و آرای پاک و ناپاک را از هم جدا بکنه که ما یک لیست موریدی بسیار فشرده و دقیقی را میداشتیم برای بررسی آرا و بحث روی سرنوشت ابطال یا پذیریش یک رأی مورد منازعه. هرچند بعضی از موارد لیست برای سازمان ملل و تیم تحول و تداوم قابل قبول نبوده و در موردش بحث میکنه. من باورم این است وقتی همین لیست 16 ماده‌ای را ببینیم که بر مبنای او آرا تفتیش میشه، متاسفانه بسیار متناقض و پارادوکسیکال هست این 16 ماده، در جاهای با هم دیگه در تضاد قرار دارن. نتیجه این میشه که ناظران اصلاحات و همگرایی بر مبنای ماده های از همین لیست 16 موردی یک رأی مشکوک را میتونه به ابطال بکشانه و ناظران تداوم به تحول بر اساس ماده های دیگه که آگاهانه از سوی ارگ ریاست جمهوری با رایزنی یونما تحمیل شد در همین پروسه تفتیش 100% آرا میتونن از او آرا دوباره دفاع کنه و دلیلی که هر چند روز بعد ما شاهد متوقف شدن پروسه تفتیش آرا بودیم هم همین تناقضی که در لیست 16 ماده ای هست میباشه. و اگر ما چشمنداز ما ای باشد که خب انتخابات باید شفافیتش اعمال شود و شفافیت پاسداری شود در نتیجه این پروسه تفتیش آرا، ایجاب میکرد که همون رقمی که آقای سپندها به عنوان مشاور شورای امنیت افغانستان روزهای گذشته
در مورد چگونگی مشروعیت دو نهاد به نام کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت کرد. این کمیسیون ها به پاس دستاندازیه که در اراده سیاسی مردم افغانستان کرده بود و دستبردی که در این پروسه زده بود باید در ادامه روند باید کنار زده می شد و صلاحیت های اینا در حد اقلیش می آمد و فقط یک همکار تدارکاتی می بود و پروسه تفتیش و تصمیم گیری روی مسئله ابطال صلاحیت ناظران بین المللی می بود و بر اساس معیارهای بین المللی آرا تفتیش می شد. حالا ما وقت دوباره می آییم آرا را تفتیش می کنیم و سورت بندی می کنیم و تصمیم گیری را واگذار می کنیم به یک کمیسیونی که او مهندس تقلب هست، او بانی تقلب است و تقلب را همین کمیسیون رقم زده که نمیشه انکار کرد و فایل ها و اسنادی که بیرون شده را در تاریخ سیاست افغانستان هیچ کسی نمیتونه انکار کنه. ممکنه امروز یک کس نادیده بگیره یا مردم افغانستان را در همون تئوری مرگ و درد بگیرن تا مردم به درد راضی شوه و نادیده بگیرن. اما فردا من خوشحال هستم که این در تاریخ سیاسی افغانستان میمانه، نسل های بعدی و نسل های بعدی روی انتخابات قضاوت میکنه، روی چگونگی کار کمیسیون، روی چگونگی دفاع ارگ ریاست جمهوری و روی چگونگی دفاع تیم تحول و تداوم از این تقلب سنگین و ساختاری نسل های بعدی قضاوت میکنه. این تنها خوشبینی و امیدواری برای آینده هست. اما به دلیل اینکه تصمیم یک بخش جدی از تصمیم را در چگونگی ابطال آرا در لحظه اخیر دوباره همین کمیسیون و همین کمیشنرها میگیره و دوباره آقای نورستانی میاد در میز داوری میشینه و دوباره آقای ستار سعادت میاد در میز داوری میشینه و قضاوت میکنه، برای ما یک مقدار دورنمای برآیند تفتیش مخدوش هست و من زیاد باور ندارم که بتونه شفافیت آرا را همین پروسه اعمال بتانه. خب چنانچه شما نظر بری دارین که بعضی از این موادی که در توافقنامه 16 ماده‌ای هست هر دو تیم را مجاب میکنه که استدلال بکنن و به اساس او رأی یا باطل یا خواسته باشن باطل اعلام بشه و یا ای که استدلال بکنن و بگن نخیر این به اساس این مواد میتونه باطل نباشه. بر صحبت ها و اظهاراتی که میشه و برداشت هایی که هر دو تیم دارن شما فکر میکنین که میتونه مثال مصداق باشه و از توافقی صورت گرفته همچنین میشه برداشت کرد و که تهای دوگانه‌ای که وجود داره لااقل باز هم شاید در توافقات سیاسی با چنین مشکلی مواجه باشه؟ تفسیرهای به رأی در قبال همین توافق از همین دو روز گذشته هست. تیم اصلاحات و همگرایی آنچه بیرون داده شد در حضور جان که امضا شد و بیرون داده شد با یک زمیمه، اون زمیمه برمیگشت به سفر اول جان کری در افغانستان، تیم اصلاحات و همگرایی از این به عنوان یک توافقنامه یاد میکنه. تیم تحول و تداوم میگه که یک اعلامیه هست و زیر شعار این که این توافق نیست، این متن توافقنامه نیست، یک اعلامیه هست فقط. از همین حالا داره از دستور همین توافقنامه فرار میکنه. من روزهای قبلم با دوستای تحول و تداوم صحبت کردم در رسانه ها، وقت از اونا بپرسیم که خب وقتی میگیم اعلامیه هست، خب بله این اعلامیه هست، اما این اعلامیه چرا اعلام میداره به مردم افغانستان؟ از چی خبر میده؟ محتوا از چه محتوایی را به مردم افغانستان اعلام میده و میرسانه؟ خب دوباره برمیگردیم به یک سری توافقات. این اعلامیه یک سری توافقات سیاسی را که هر دو تیم در حضور جان کری و در حضور نمایندگان با صلاحیت هر دو تیم امضا کرد و مردم افغانستان دیدند و این کنفرانس به صورت پخش مستقیمش مشاهده کرد مردم افغانستان و شاهدش هست. دو روز نگذشته هنوز دارن دور میزنن و تلاش میکنن یک راههایی برای به چالش کشیدن همین توافق نامه دوباره پیدا بکنن. اما انتظار ما و خواست ما این هست که رهبران سیاسی باید احترام بگذاره به اراده سیاسی مردم افغانستان و زیاد تأکید نکنن بر تئوری مرگ و درد، به خاطر که ما تاریخ سیاسی افغانستان نشان داده که هر جایی که مردم ناگزیر شدن، مردم از ناگزیری دست به کارهای زدن برای پاسداری از حق مشروعشان. برای از اینکه ما بتانیم این توافق انجام شده که یک سقف حد اقلی برای نجات افغانستان از بحران به وجود آمده امیر نقض نکنیم و یک بار دیگه
بهانه نتیم و زمینه سازی نکنیم برای رفتن روی لبه های بحران، باید با صداقت و تعهد لازم همون رقمی که امضا کردیم و در حضور جان کری آمدیم مردم افغانستان را با خوشبینی برش پیام دادیم. در ادامه کارم من انتظار دارم که تیم های تکنیکی و سیاسی هر دو تیم که بعد با هم کار میکنن روی جزئیات این توافق سیاسی، چون متن میگه که جزئیات را هر دو تیم باید به اسرع وقت تنظیم بکنه و در اختیار مردم افغانستان قرار بده، این کار تکنیکی سیاسی باید روی جزئیات توافق سیاسی شروع شود، هر چه زودتر باید تکمیل شود و به مردم افغانستان ابلاغ شود تا ما بفهمیم که خب رهبران چه تصمیمی میگیرن و تا کجا بر تعهدی که امضا کردن متعهد هستند و سطح تعهد سیاسی رهبران در کجای کار قرار داره. این تجربه هست که در روزهای آینده چگونگی کار هر دو تیم نشان خواهد. خب حالا خوب است که بیایم به اساس آن چیزی که قرار است تیم‌های مشترک کاری در روزهای آینده، تیم مشترک کاری که از هر دو تیم نمایندگی میکنن با هم یکجا شوند و صحبت بکنن سر موضوعاتی که بحث ساختار حکومت وحدت ملی هست، صحبت بشه سر موضوعات و برنامه های کلانی که در آینده حکومت وحدت ملی خواهد داشت بحث بکنن و استراتژی بچینن. به اصطلاح چقدر خوشبین هستین به این موضوع و با توجه و به جوی که وجود داره شما فکر میکنین که چگونه میشه موفقیت این تیم را بیشتر کرد و احساس کرد؟ همه چیز برمیگرده به سطح تعهد سیاسی رهبران. با توجه به تجربه و شناختی که مردم افغانستان داره و قطعا ما به عنوان یک عضو در میان مردم افغانستان با توجه به تجربه‌ای که از رهبران داریم، به خصوص کسانی که زمام حکومت را در دست داشته در 13 سال گذشته، با توجه به تعهد سیاسی اینا بیم و امیدهای بسیار جدی در راه است. اگر اینا واقعا در دقیقه 90 تعهد سیاسیشان را تمثیل بکنه و به اجرا بگذارن، ما میتونیم از این کورگره به درستی عبور بکنیم و به حکومت وحدت ملی که او آینه قدنمای تمام مردم افغانستان باشد و تمام مردم افغانستان در این آینه قدنما تمام قد خود را ببینن، نه اینکه یک بخش از افغانستان چهره کامل و تمام قد ببینه خود را در این آینه، یک عده دیگه از مردم افغانستان یا قسمت دیگه مردم افغانستان یک چهره ناقص و بریده شده از خود در این آینه ببینه. و اصولا وقتی توافق میشه و ما سرنوشت سیاسی افغانستان با وجود برگزاری دو دور انتخابات در نتیجه اراده سیاسی افغانستان رقم نمیخوره و ما میریم به پای توافق سیاسی، دلیل و فلسفه این توافق سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی هم همین است که خب افغانستان بدون همکاری همه جانبه همه جریان‌های سیاسی و همه مردم افغانستان با منطق تکروی و با منطق خودکامگی و انحصار به پیش نمیره و این تاریخ ثابت کرده. برای از اینکه ما بتونیم این نواقص را اصلاح بکنیم، راهشی است که ما در افغانستان و در آینده سرنوشت سیاسی و کارنامه سیاست افغانستان نهادهای دموکراتیک و مشروع قدرت را ایجاد بکنیم تا این نهادهای دموکراتیک و مشروع قدرت جلوگیری بکنه از انحصار و تمرکز قدرت در یک نهاد یا در دست یک فرد یا در انحصار و کنترل یک سمت. تا زمانی که ما در جلو منطق انحصار و تمرکز قدرت ایستاد نشدیم و یک راه مشروع و قانونی برای عبور از تمرکز قدرت در یک نهاد به دست یک فرد یک راه مشروع پیدا نکنیم، من فکر میکنم 50 سال دیگه هم اگر ادامه بدیم همین دور باطل مردم افغانستان رو به بحران کشانده میره و از مردم قربانی میگیره. خیلی ساده، مردم افغانستان شاهد هست که هر سه قوا قانون اساسی استقلالیت هر سه قوا را به رسمیت میشناسه، اما در عمل میبینیم که فقط یک قوه است که در افغانستان کار میکنه. قوه مقننه و قضایه ظاهرا کار میکنه، اما استقلالیت لازم، حیثیت و اتوریته لازم را که باید میداشت نداشت و همیشه رئیس جمهور اینا رو نقد کرد. خب شاید این فکر میکنین به اساس صلاحیت هایی که قانون اساسی افغانستان به رئیس قوه مجریه یا رئیس جمهور داده و اعطا کرده، فکر میکنین زیر تاثیر خودش نیاورده این دو قوه دیگه؟ وقتی میگین که حکومت وحدت ملی جور شوه و این توافقنامه دستور میده به ای که تیمی که برنده انتخابات میشه
تا 2 سال اول ریاست اجرایی ایجاد میکنه، پست ریاست اجرایی که کارهای اجرایی رو بکنه و کابینه رو تشکیل کنه و این کابینه رو در مشوره با رئیس جمهور شکل بده و پست های کلیدی و موقف های سیاسی مثل رئیس ستره محکمه، رئیس پارلمان و نهادهای امنیتی و اقتصادی وقتی میگه که در نتیجه توافق و رایزنی هر دو تیم رئیس جمهور و اپوزیسیون کار میکنه و ایجاد میشه، همه اینا خبر از تقسیم قدرت در افغانستان میده، در تقسیم قدرت در نهادهای دموکراتیک و بیرون کرد قدرت از تمرکز در یک نهاد. و وقتی 2 سال بعد این توافقنامه دستور میده که باید تا 2 سال باید لوی جرگه قانون اساسی دعوت شود و در لوی جرگه قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام باید کار شود. وقتی میگیم تغییر قانون اساسی، خب قانون اساسی کجاها باید تغییر بکنه؟ دقیقاً آنچه مورد تغییر هست بحث صلاحیت های رئیس جمهور هست. در حال حاضر قانون اساسی افغانستان یکی از مشکلات جدیش همی است که قدرت سیاسی را جمع کرده و متمرکز کرده در یک نهاد و بعد 31 فرد داده. و در کشورهای مثل افغانستان وقتی منازعه قدرت پرونده های بسیار ناگوار و غیر قابل دفاع را در تجربه سیاسی مردم افغانستان داده، وقتی دوباره قانون اساسی قدرت سیاسی را در یک نهاد و در دست یک فرد میده، هیچ ضمانت وجود نداره که این فرد بدل به یک خودکامه تمام عیار نشود. وقتی ما پرونده 13 ساله حکومت آقای کرزی یا حضور 13 ساله آقای کرزی رو بیایم بررسی کنیم در افغانستان، در جاهایی میبینیم که خب بیش از 80 مورد رئیس جمهور افغانستان قانون اساسی افغانستان رو نقض کرده، در موارد آشکارا جلوی پارلمان افغانستان ایستاد شده و مشروعیت، اقتدار و اتوریته پارلمان افغانستان را خلع کرده، ازش گرفته. همین رقم دادگاه عالی افغانستان همه لحظه مسئولش مشخص نیست و حضور قاضی القضات افغانستان با توجه به دستور قانون اساسی افغانستان حضور غیر مشروع هست. همه رقمه که حضور شخص رئیس جمهور از مدت ها به این طرف یک حضور غیر مشروع است. همه اینا وقتی حلاجی کنیم برمیگردیم به این که بحران کار از تمرکز قوا در دست یک نهاد خلاصه میشه. بحث دیگه پیامدهای نقض همین تمرکز قدرتی است که 13 سال گذشته مجموعه کسایی که در افغانستان به عنوان والی در 34 ولایت فعالیت کرده، وقتی اینا رو بررسی کنیم یک مجموعه بسیار اندک هست که به عنوان دانه های شطرنج از این ولایت به آن ولایت فقط تغییر و تبدیل شده، به عنوان یک نفر به عنوان یک والی ناکام و بیکفایت از یک ولایت برداشته شده به یک ولایت دیگه نصب شده. وقتی تمام صلاحیت های اجرایی حکومت و نظام به دست یک نفر خلاصه میشه و هیچ نهاد دموکراتیک دیگه ای نیست که او نمایندگی از پایه های قدرت مردمی کنه و جلوی تکروی ها رو بگیره، نتیجه همین میشه که در 13 سال و در پایان 13 سال ما در یک جایی میرسیم که میانه افغانستان با بزرگترین همکاران استراتژیک افغانستان به دلیل تکروی ها و خودکامگی های همین فرد به بنبست مواجه میشه، افغانستان با همسایگان نزدیکش رابطش به یک رابطه نادرست هست و در تشنج دیپلماتیک قرار داره، هم با ایران، هم با پاکستان و هم با سایر کشورهایی که در منطقه هست. تمام این بازی هایی را که وقت بررسی بکنیم نتیجه بازی های سلیقه‌ای یک فرد است که او در رأس یک نهاد قرار داره که قدرت در اونجا متمرکز شده. بازی های چند پهلو و سلیقه‌ای یک نهاده که قدرت متمرکز در دست داره، نتیجهش بر افغانستان همین میشه که خب مردم افغانستان روزمره مثل حادثه دیروز که در سرای علاءالدین کابل تجربه شد، پرونده های از این دست و حادثات از این دست را با تمام عمق ناگواریش مردم افغانستان روزمره تجربه کردن، اما در پایان کار یک فرد میاد بر اساس سلیقه خودش یک تیم سلیقه‌ای را موظف میکنه و انتصاب میکنه که اینا برن پرونده های زندانی های بگرام را بررسی بکنه و در پایان روز هم با اعمال سلیقه اینا را آزاد بکنه، در حالی که در این کمیسیون نه نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر حضور داره برای پاسداری از عدالت، نه نماینده پارلمان افغانستان که نمایندگان واقعی و خانه مردم افغانستان و خانه ملت افغانستان اونجا هست، نماینده نمایندگان پارلمان هست، نه نمایندگان احزاب سیاسی و نه نمایندگان نهادهای عدلی و قضایی در همین کمیته که اینا
پرونده زندانی های بگرام را بررسی کردن. نظیر از این رویدادها و اتفاقهای زیاده هست که ما اگر بخوایم لیست بکنیم ساعتها وقت کار داره که بیایم بررسی بکنیم که نتیجه انحصار قدرت و یا تمرکز قدرت در یک نهاد چه بحرانهایی را بر افغانستان خلق کرده و چه بحرانهایی را خلق خواهد کرد. به همین دلیل هم هست که این توافق دستور میده به تمرکز زدایی قدرت و خلق نهادهای دموکراتیک و مشروع قدرت که مردم افغانستان چندین نهاد مشروع و دموکراتیک قدرت داشته باشد تا یا همدیگر را بالانس بکنه و تکروی در کار نباشد. خب فکر میکنه نقش اپوزیشنی که اینجا جای گرفته چقدر میتونه مؤثر باشه و البته اپوزیشنی که احتمال داره غیر از این باز هم شک بگیره در جامعه افغانستان؟ بسیار کوتاه. اگه بخوایم خیلی صادقانه حرف بزنم، چیزی که بر من بسیار خنده آور است در این توافقنامه همین موضوعی هست که رئیس جمهور پست رهبری اپوزیسیون را ایجاد میکنه و نامزد دومی بعد کسی که پست اشغال کنه را انتخاب میکنه. اپوزیسیون ها بر اساس برنامه ها و کنش و واکنش های سیاسی به صورت اتوماتیک و خودکار و خودجوش شکل میگیره. من بیشتر امیدوار هستم که نخبگان سیاسی افغانستان و اونایی که فکر میکنن حکومت آینده قابل نقد هست و مسیری که اراده سیاسی افغانستان باید میرفت او مسیر را نرفت، دایعه‌داران اراده سیاسی مردم افغانستان باید اپوزیسیون سیاسی آینده را به گونه‌ای شکل بده که او بتونه جلو تکروی و خودکامگی نظام را بگیره و نظام را هر جایی که تکروی میکنه و خودکامگی میکنه و قانون شکنی میکنه متوقف کنه، در هر جایی که برنامه های نادرست را تدوین میکنه جلوشو بگیره، اصلاح بکنه و نقد بکنه. و چنین اپوزیسیونی من فکر میکنم با سفارش رئیس جمهور و با لطف و منتگذاری رئیس جمهور ساخته نمیشه. همین که مردم افغانستان بیدار باشد و جریان‌های سیاسی و نخبگان سیاسی و نسل جوانی که سیاست را زیر نظر داره، من فکر میکنم مسئولیت اینا هستن که اپوزیسیون واقعی و مردمی ایجاد بکنه و من زیاد باور ندارم که اون اپوزیسیون سفارشی که توافقنامه او تعریف میکنه او بتونه به عنوان یک اپوزیسیون واقعی عمل بکنه. سپاس از شما آقای آصف آشنا، فعال سیاسی که در بحث آخر خط با من بودید. بینندگان گرامی، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این لحظه بیننده تلویزیون نور و برنامه آخر خط بودین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. برنامه بعدی سرویس خبری پشتو هست. وقتتان خوش. خدا نگهدار.